با سلام و درود فراوان بر شما، من افشین هستم با 29 قسمت از برنامه آوازین در نامه زادت هفتگی و با هدف اطلاع رسانی تهیه میشه. هفته گذشته کلن هفته بسیار پرخبری بود، به همین دلیل ما نصف اخبار را گذاشتیم برای هفته بعد. اما این هفته ابتدا میریم سراغ سخنان آقای احمد خاتمی در نماز جمعه تهران که راجع به عزت و سربلندی ایرانیان بود و بعد این عزت و سربلندی رو در چند مورد بررسی میکنیم. سپس تا حدودی به سانسور امام راحل توسط نظام مقدس میپردازیم و بعد از آن به سخنان آتشین آقای دکتر حسن روحانی در جمع دانشگاهیان و در آخر هم حمله به یک خانواده بهایی در بیرجند رو بررسی میکنیم. همونطور که گفتم در هفته گذشته حجم اخبار بسیار بالا بود، به همین دلیل اخبار هفته گذشته رو به ترتیب زمانی بررسی میکنیم. پس میریم اول به سراغ نماز جمعه هفته گذشته تهران به امامت خطیب توانا، فیلسوف برجسته، آقای دکتر سید احمد خاتمی. وقتی رئیس جمهور امریکا میاد هرچی عراجیف یعنی چی آخه؟ آقای خطیب توانا، سخنگوی دوست داشتنی و بزرگ بیت آقا، از یه تریبون رسمی که برای همه دنیا داره پخش میشه از این ادبیات سخیف نباید استفاده بشه. وقتی رئیس جمهور امریکا میاد هرچی اراجیف از دهنش برمیاد علیه ملت ایران میگوید، غرور ملی ملت رو زیر سوال میبره. عجب، غرور ملی ملت ایران یه دفعه مهم شد برای شما. برای اینکه میزان روراستی در نظام مقدس رو به شما هم ثابت بکنم، برمیگردیم به سخنان تقریبا 2 سال پیش همین آقای احمد خاتمی در همین نماز جمعه تهران. دیگر منکر انتخاباتی احیای تعصبات ناسیونالیستی، اصولا تعصبات ناسیونالیستی در دین ما جایی نداره. متوجه شدی؟ در دین اینا تعصبات ناسیونالیستی یا همون غرور ملی جایی نداره، که البته این گفته به عمل کرده نظام مقدس نزدیکتره ها. کسانی که بخوان با احیاء رگ و ریشه های ناسیونالیستی ملیگرایی برای خودشون کسب رأی کنن، اینا مرتکب منکر میشوند. اما نظام مقدس هر وقت گیر میفته سعی میکنه از همین غرور ملی ایرانیان سوء استفاده کنه، در صورتی که نظام مقدس هر چی تونسته در جهت نابودی ملیت ایرانی تلاش کرده. برای مثال یه نگاهی به وضعیت نگهداری از آثار باستانی در این 35 سال گذشته بندازیم. هزینه‌ای که صرف نگهداری این آثار میشه رو مثلا مقایسه کنین با هزینه ساخت مساجد در ایران یا زری‌های طلایی که برای جاهای دیگه فرستاده میشه. اون وقت متوجه میشین که نظام مقدس چقدر به غرور ملی ایرانیان اهمیت میده. این البته فقط یه مثاله ها، در واقع هیچ کس بیشتر از نظام مقدس به غرور ملی ایرانیان بی احترامی نکرده. بگذاریم. آقای خاتمی در ادامه راجع به غرور ملی ایرانیان فرمودند: وزیر خارجه امریکا میاد عین او با غرور ملی ملتمون برخورد میکنه. فرهنگ مقاومت میگوید باید در همون سطح به اونها جواب داده بشه. عجب، اگر اونا بگن گزینه نظامی روی میزه به غرور ملی ایرانیان بی احترامی شده، ولی اینکه شما 35 ساله دارین میگین مرگ بر آمریکا و پرچم اونا رو به هر مناسبتی آتیش میزنین به غرور ملیشون بی احترامی نمیکنین. اصلا چی به دست آوردین از این مرگ بر آمریکا؟ بعضی ها بی حوصلگی میکنند، میگن ما چی به دست آوردیم با این مرگ بر آمریکا؟ هامون عزت به دست آوردیم، عظمت به دست آوردیم، این همه سربلندی 35 ساله مدیون این مقاومت هاست. ملت بزرگ ایران، عزت، عظمت، این همه سربلندی. بینندگان عزیز و محترم، توجه شما رو به گوشه ای از این عزت و عظمتی که اتفاقا در همین هفته گذشته به دست اومده جلب میکنم. بله، همونطور که ملاحظه میکنین مردم دردمند از روی نیاز
برای گرفتن دو تا کیسه مواد غذایی حاضرن اینطوری توی صف‌های عریض و طویل بیستن و حتی با هم درگیر شن. و این صحنه‌های تأسف‌بار رو در ایران که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به لحاظ منابع طبیعی هست شکل بدن. اما برای اینکه با این همه سربلندی در عمق نظام مقدس آشنا بشین، توجه شما رو به گوشه‌هایی از سخنان دادستان کل کشور که در هفته گذشته سخنرانی فرمودن جلب میکنم. خبرهای دادستان کل از پشت پرده رشد نجومی معوقات ما بانک. ما در سال 90 مطرح شد که معوقات بانکی ما حدود مثلا 50,000 میلیارد تومنه. سال 91 این بالاتر رفت و امسال که سال 92 هستیم میگن که حدود بالای 100,000 میلیارد تومانه. بالای 100,000 میلیارد تومان معوقات بانکی، یعنی یه کسایی اومدن وام گرفتن نیوردن پس بدن، که بنا به یه صحبتایی اون یه کسا 173 نفر هم بیشتر نیستن. حالا چرا؟ بانک مرکزی بر اساس وظایفی که داره مدیریت نمیکنه، نظارت نمیکنه، چیکار میکنه؟ خود بانک ها چطور؟ کی میخواد که آخه این وضع باشه؟ همونایی که این پولا رو میگیرن پس نمیدن. به بانک میگم آقای بانک، تو که میگی من معوقه دارم، چرا دل نمیسوزونید؟ چرا مدیر خودت را بازخواست نمیکنید؟ چرا ضمانت نگرفتی؟ چرا وثیقه لازم نگرفته؟ آقای ایجی عزیز، شما که خودتون دستتون تو کاره، بعد بدونین چرا در نظام مقدس همیشه همینطور بوده. اینطور هم که بوش میاد شما بازم افتادین دنبال چند رئیس بانک. متاسفانه در برخی از شعب ناسلامتی وجود داره، متاسفانه به روش ناصحیح دریافت و پرداخت رشوه. یه دقیقه وایسا، یعنی دریافت و پرداخت رشوه به طریق صحیح وجود داره، اینا به طریق ناصحیح اون کار انجام دادن. همان از دست این ضمیر ناخودآگاه و یا به علل دیگه احکام ناصحیح صادر میشه. این علل دیگه که احکام ناصحیح صادر میشه همون نامه ها و سفارش ها از اون بالایی هاست. جهت اطلاع رسانی خدمتتون عرض کردم. خب میفرمودین. چند ماه پیگیری شد، شناسایی کامل صورت گرفت و خب الان بیش از 10 نفر از مدیران، رؤسای شعب و مستشاران و رؤسای دفتر تا کنون دستگیر شدن. اعترافات متاسفانه متعددی هم نسبت به تخلفاتشون داشتن. بله متاسفانه اعترافاتی هم انجام شده. 100,000 میلیارد تومان بدهی بالا اومده که میگن دست 173 نفره. بعد اون موقع رفتن 10-12 تا رئیس بانک بخت برگشته رو گرفتن، اعترافاتی هم ازشون گرفتن که بر اساس اون اعترافات بعداً محاکمه‌شون کنن. با اونایی هم که این پولا رو گرفتن و پس نمیارن بدن هیچ کاری ندارن. این قضیه منو یاد پرونده 123 میلیارد تومان دهه 70 میندازه که متهم شماره یک اون پرونده که همون برادر مسئول تدارکات وقت سپاه پاسداران آقای مرتضی رفیق دوست بود، راست راست برای خودش راه میرفت. بعد اون موقع متهم شماره دو آقای فاضل خداداد که رئیس یکی از شعب بانک صادرات بود که این پولها رو پرداخت کرده بود اعدام شد. تهمان اصلی این پرونده مرتضی رفیق دوست و فاضل خداداد هستند. به استناد ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس کلاهبرداری، محسنی اژه‌ای قاضی این پرونده با قاطعیت فاضل خداداد را به اتهام 123 میلیارد تومان سوء استفاده از بیت المال و به جرم افساد فی الارض به اعدام محکوم می‌کند. البته خونه خوشگلش در زعفرانیه تهران هم رسید به یه آدمایی. اما همونطور که در جریانین، در دهه زجر، یعنی ببخشید دهه فجر قرار داریم و به همین مناسبت مسئولین مختلف نظام مقدس رفتن به مزار بنیانگذار معظم انقلاب تا اونجا با ایشون تجدید میثاق کنن. امام بنای استبداد را برای همیشه ویران کرد. امام برای ما عزت آورد. امام برای ما حکومت ملی و مردم سالاری را آورد. استبداد را ویران کرد و یک استبداد دینی و مقدس ورجای گذارد. در مورد عزت هم که نمونه هاشو دیدیم، بازم خواهیم دید در طول برنامه. در مورد مردم سالاری امام هم کافی یه سری به گورستان خاوران بزنید تا با مردم سالاری امام آشنا بشید که هیچ ربطی به اعتدال شما آقای روحانی نداره. اساس پیشرفت ما
اساس ادامه راه امام وحدت اتحاد، همون که امام بیش از هر چیز دیگر بر او تاکید میکرد، وحدت کلمه. وحدت کلمه. البته امام قبل از تکیه زدن بر اریکه قدرت از این وعده ها زیاد میدادن، اما همچین که قدرت رو به دست گرفتن دمار از روزگار تمام متحدانشون در آوردن. برای مثال بازم میتونید یه سری به همون گورستان خاوران بزنید. اونجا یه کلکسیونی هست از همون کسایی که با امام وحدت داشتن و الان در گورهای دست جمعی بینام و نشان خوابیدن. یک عده زیاد دیگه از یاران امام هم چون با ایشون به توافق نرسیدن یا در ایران تیربارون شدن یا اگه خیلی شانس آوردن تونستن از کشور فرار کنن. به هر حال آقای روحانی، همونطور که قبلا هم گفتم، نادان فرض کردن مردم و وارون جلوه دادن حقایق تاریخی خوب نیست، مخصوصا برای شما که خودتون رو ترقی خواه معرفی میکنید. اما به همین مناسبت سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی، گزارش های زیادی از صدا و سیمای ملی پخش شد. میخواهند باز هیچ کاره شوید، میخواهند حرف خمینی را زمین بگذاری. ای مردم بیدار باشید، میخوان دوباره ما را برگردانند به اون عهدی که همه هستی ما به کام امریکا برد. ما نخواهیم گذاشت. البته این گزارش که توسط یکی از پاچه‌خوارترین همکاران هم در صدا و سیمای ملی، آقای ایمان مرعاتی تهیه شده بود، بسیار طولانی تر از این بود، ولی من فقط همین تیکش رو براتون انتخاب کردم چون حاوی دو نکته بود. نکته اول اینکه آقای خمینی در اون سخنرانی معروف بیزرا حرفای بامزه دیگه ای هم زدن. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید، ما هم دنیا را میآباد میکنیم و هم آخرت را. که البته نظام مقدس در طی این سالها از هیچ تلاشی برای سانسور کردن این بخش از سخنان آقای خمینی فروگذار نکرده و نسخه کامل این سخنرانی رو هیچ وقت دیگه از صدا و سیمای ملی پخش نکردن برای مردم. ارتش سایبری رو هم بسیج کردن که توی یوتیوب هر جا اون سخنان رو پیدا کردن فلک کنن که بیارنش پایین. یعنی کلن نظام مقدس فکر میکنه از این طریق میتونه توی تاریخ دست ببره. اما خب فعلا این صداش باقی مونده. نکته دوم راجب اون گزارش سخنان امام راجب آمریکا بود. ای مردم بیدار باشید، میخوان دوباره ما را برگردانند به اون عهدی که همه هستی ما به کام امریکا برد. ما نخواهیم گذاشت. فقط یه مثال ساده میزنم. از وقتی که ما با آمریکا دشمن شدیم با تدبیر ایشون، در همون زمان جنگ تمام موشک‌های هوا به هوای اسپرو و فینیکس که ساخت آمریکا بودن رو و تمام قطعات هواپیماهای جنگیمون که همش آمریکایی بودن رو از آمریکا خریدیم به چند برابر قیمت اصلیش، ولی با واسطه گری اسرائیل. یعنی یه پولی هم به کام ملت اسرائیل رفت از جیب ملت ایران، با تدبیر امام البته ها. آی مراتی، این چیزا رو هم تو گزارشت بذاری بد نیست. بعد از این میرسیم به سخنان آتشین رئیس جمهور در جمع دانشگاهیان. ما نیاز به محیطی امن در دانشگاه ها داریم، اما نیاز به محیط امنیتی نداریم. آقای روحانی 4 بار دیگه هم در این سخنرانی 45 دقیقه‌ایشون به وجود محیط امنیتی در دانشگاه ها اشاره کردن و به نوعی اونو نقد کردن. شما نیاز دارید به یک محیط امن تا بتونید حرفتونه بزنید. علم مرز نمیشناسه، اما من یک نظری که دارم نظر علمیمه نتونم بیان کنم. این دولت محیط امن را برای دانشگاه میپسندد. در ادامه ایشون به طور غیر مستقیم به همون کسایی که محیط دانشگاه رو ناامن و امنیتی کردن پرداختن. یک عده شدن متولی، همه مردم شدن مشکوک. شما چه کاره هستید که خودتونو متولد همه چیز میدونید؟ با یه شعار آدم متولی میشه؟ با یک چهره و قیافه آدم متولی میشه؟ به چه مناسبت شما دلسوزتر از دیگران هستید؟ به مناسبت ایشون. یعنی اگر شما دوربریای ایشون رو ملاحظه بفرمایین، همه اون کسایی که برای خودشون محاسن درست کردن، از این جای مهراب و اینا درست کردن و شعار میدن رو میبینید. البته خود آقای روحانی هم اینو میدونه ها،
ولی اینجوری داره یه پیام‌هایی از خودش صادر می‌کنه. هیچ کس حق نداره با پول بیت المال برای تبلیغ یک حزب یا یک جناح در دانشگاه کار کنه. جناح سر جای خودش، برید یک ساختمان درست کنید با پول خودتون، با پول خودتون، از جیب مبارک، چرا از جیب بیت المال؟ بله، از جیب مبارک که قبلا از جیب بیت المال پر شده، از اونجا از درست کنید، اونم بیرون دانشگاه. آقای روحانی در ادامه به یک نکته اشاره فرمودن. چرا دانشگاه خاموشه؟ چرا اساتید خاموشن؟ ما شهامت سقراطوار رو میخواهیم. حضور انورتون عرض کنم آقای روحانی، که در دهه اول انقلاب تمام دانشجویان روشن که شهامت سقراطوار داشتن رو مثل سقراط کشتین. اما الان یه لیستی براتون میخونم از همون دانشجویان روشن این دوره که شهامت سقراطوار هم دارن، اما در نظام مقدس جایی بهتر از زندان نصیبشون نشده. سعید جلالی فر، میثاق یزدان نژاد، حسین رونقی ملکی، حسن اسدی زیدآبادی، فریدون سعیدیراد، وحید عسقری، جمال قادر نژاد، یاشار دارالشفا، ضیا نبوی، محسن برزگر، مجید توکلی، مصطفی ریسمانباف، حبیب لطیفی، مریم شفیع پور، مجید دوری، بهاره هدایت، حامد روحی نژاد، عماد بهاور، مجید اسدی، مهدی خدایی و یک عالمه دیگه که اگه من بخوام اسم تک تکشون رو بگم به اندازه یه برنامه وقت میگیره. امید کوکبی و حمید بابایی رو هم میتونیم به عنوان دانشجویان برون مرزی که الان در زندان اوین گرفتار شدن به این لیست اضافه کنیم. آقای روحانی، تا دیر نشده یه کاری برای این سقراط‌های زمان انجام بدین. از چی میترسید؟ چرا یه کار بزرگ بین المللی انجام میشه؟ اساتید دانشگاه خصوصی برای رئیس جمهور نامه مینویسن، چرا نمیان حرف، چرا نمیان صحبت کنن؟ آهان، برای اون میفرمایین بیان طرفداری کنن؟ ساکت نباشن؟ خب البته برای طرفداری از سیاست‌های شما به زندان نمیافتن، ولی مورد لطف اون متولیان انقلاب که خودتون اشاره کردین قرار میگیرن. چرا یه عده کم سواد بیان حرف بزنن؟ اساتید دانشمند ما، بزرگان دانشگاه ما خصوصی چرا حرف میزنن؟ چرا نمیان تو میدون؟ برای اینکه از روز اول تأسیس نظام مقدس همه این اساتید رو یا کشتین یا فراری دادین یا به نوع دیگه ای ساکتشون کردین و خلاصه اونایی که جون سالم به در بردن دیگه یادشون رفت که میتونن نقدم بکنن. اونایی هم که یادشون نرفت مثل دکتر ملکی دائم سر از زندان در آوردن. من فکر میکنم این دعوت آقای روحانی از دانشگاهیان به طرفداری از سیاست‌های ایشون اتفاقی نباشه و کلن یه اتفاقاتی تو راه باشه. و از همه مهمتر آقای روحانی در این سخنرانی یک اشارهی به فتنویون هم فرمودن. ما دنبال آشتی نمیخواییم بریم؟ ما میخواییم رو در روی هم وایستیم؟ ما میخواییم یک نکتهی که در گذشته دور یا نزدیک بوده اون رو رها نکنیم؟ آخه اینا دشمنان اسلام و مسلمین و نظام مقدس بودن، نمیشه که باشون آشتی کرد. مگر ما تابع پیغمبر اسلام نیستیم؟ هستیم، هستیم. مگه کسی جرأت داره نباشه؟ حالا مگه پیغمبر اسلام چیکار کرد؟ مگر نیامد تو مکه اون همه افراد بدخواهی که سالیان دراز بر او و یارانش ظلم کرده بودن؟ نه ظلم عادی، زیر شکنجه اونها رو کشته بودن. خب پیغمبر با اینا چیکار کرد در مکه؟ وقتی پیغمبر فاتح، وقتی پیغمبر پیروز در مکه آمد چی گفت؟ ای بابا بگو دیگه، کشتی ما رو، چی گفت؟ نگفت امروز ما که پیروزیم روز انتقام نیست، روز رحمته. نگفت برید همه آزادید؟
سرسخت ترین دشمن خودش را خانهش رو تبدیل کرد به مأمن. خب اگه پیغمبر اسلام این کار انجام داده که دیگه کسی بالاتر از اون نیست، کسی هم بالاتر از اون نمیتونه حرف بزنه، مخصوصا اگه رهبر مسلمانان جهان بشه. بهترین راه اینه که سر دشمنو به سنگ دشمن بکوبید. البته آقای روحانی طبق معمول آخر این سخنرانی هم یک عدد هندوانه گذاشتن زیر بغل رهبری. تو دانشگاه بذاریم محیط مدارا درست شه، ما در دانشگاه زبان علم، زبان عقلانیت رو گسترش بدیم، در دانشگاه فضایی ایجاد کنیم، اون کرسی آزاداندیشی که مقام معظم رهبری بر او تأکید کردن. چی شد اون کرسی؟ اون کرسی چی شد؟ یعنی همینجا تو خونه مقام معظم مون دیگه. کلن ایشون هر وقت بخوان با مداحان و برخی برادران سپاه آزاداندیشی کنن میرن زیر اون کرسی. یعنی کلن ایشون یه چیزی گفتن دیگه، شما چرا دنبالشو میگیری؟ مگه خود شما این همه حرف میزنی بهش عمل نمیکنی؟ کسی جرأت داره دنبالشو بگیره؟ مخصوصا این ور آب. آقای روحانی این هفته کلن خیلی سرشون شلوغ بود و هر روز سخنرانی داشتن. به وزارت اطلاعات رفتن سخنرانی کردن، در مجلس سخنرانی کردن و دست آخر هم مصاحبه تلویزیونی داشتن که حاشیه‌هایی هم داشت. و برای اینکه نمیخوام سرسری ازشون رد بشیم و حجم مطالب این هفته زیاد بود، اونا رو میذاریم برای هفته بعد. اما آخرین خبری که این هفته بهش میپردازیم مربوط میشه به ضرب و جرح چند شهروند بهایی، اونم در منزلشون در بیرجند. فارغ از محکوم بودن این عمل غیر انسانی، اینجا یک سوال پیش میاد. حمله دو جوان سارق به چند شهروند با چاقو برای زورگیری منجر به دستگیری مجرمان در عرض 2-3 روز، محاکمه در عرض 2 هفته و اجرای حکم اعدام با وجود گذشت شاکیان در کمتر از 1 ماه میشه. اما در این مورد حمله مهاجمین و ضرب و جرح پدر و مادر و دختر خانواده با چاقو نه تنها در رسانه‌های دولتی هیچ بازتابی نداشته، بلکه هیچ خبری هم از پیگیری نیروی انتظامی یا سیستم قضایی مستقل نظام مقدس نیست. دولت معتدل تدبیر و امید هم هیچ واکنشی نشون نداده. آیا این مهر تأییدی بر حکومتی بودن این حمله نیست؟ آیا این مصداق بی‌عدالتی نیست؟ برنامه این هفته در همینجا به پایان میرسه. اگر این برنامه را مفید یافتین و خواستین از این برنامه حمایت غیر معنوی داشته باشین، میتونین با من یا تلویزیون اندیشه تماس بگیرین تا آگهیاتون در خلال این برنامه پخش شه. از همه دوستان تشکر میکنم. در اشتراک گذاری این برنامه جدن کوشا باشین. تا دیداری بعد، شب و روزتون خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.